به روی x دو میشه چی؟ 2x منهای 4x منهای 4 12 حذفه منهای 2 بذار بالایه میشه منفی 5 پایینی هم میشه منفی 8 میشه 5 8 ببین گزینه 2 این هم شد 5 8 پایینی هم همین حالا میخوام مشتقشو بگیرم که بلد بشید چه جوریه؟ آها x4 مشتقش میشه چی؟ 4 تا x3 منفی میشه چی؟ میشه منفی 12 تا x2 بعدی میشه چی؟ به علاوه 4 تا x بعدی هم میشه به علاوه 4 برویه این مشتقش میشه چی؟ میشه 6 تا x2 این میشه چی؟ منهای 2 تا x اون میشه منهای 1 خب حالا صفر رو ورود میدم از به میرن همشون 4 منهای 1 و میشه منهای 4 میشه گزینه 1 ببین چقدر قشنگ و ظریف حل میشه سوال یا الان همینجا مثلا همین رو که گفتم خونه حل کنید ببین اینجا رو خونه گفتم حل کنید که باید حل کنید مدرسه ای آقا تو منهای 1 بدی خب بالایی میشه 0 پایینی هم میشه 0 خیلی خب مشتق بالایی 3 تا x2 منهای 1 به روی بچه 2x2 4x به علاوه 5x به علاوه 5 این هم که 0 حالا منهای 1 ورود بده منهای 1 میدم میشه 1 بالا میشه 2 منهای 1 میدم این میشه 1 جواب میشه 2 کله یا اون یکی نگاه کن نگاه کن چقدر خوب میشه آقا یک بذار صفر صفرم x دو مشتقش 2x منهای 5x منهای 5 4 صفر هیچی بروی x دو 2x منهای x منهای 1 حالا حد این تابع وقتی x میره به سمت 1 یک بده بالا منفی 3 یک بده یک جواب منفی 3 اینو بهش میگن گرولامپ حالا گرولامپ اینا رو مثلا تو میتونی تجزیه کنی یه سری سوالات کنکور الان براتون حل میکنم سوالات کنکور میدن که تو نمیتونی اشکارش بکنی حالا بچه ها من الان اومدم یه بار جمع ساعت چنده میدی؟ 9:50 خب بچه ها من الان اومدم از اول یه بار بحث رو جمع بندی کنیم مفهوم حد رو بهتون گفتم حد چپ و راست رو بهتون گفتم اینکه تابع توی نقطه حد داره رو بهتون گفتم برخورد با براکت و قدر مطلق رو بهتون گفتم بی درد سرا رو گفتم صور مبهم رو گفتم حالت صفر صفرم رو رفع پام رو تو به روش مدرسه بهتون گفتم به روش گروه حالا این روش گروه لامپر عشق کردی یه روش دیگه دارم خب اصلا دیگه اینا نیست یه جوریه که اصلا عجیب و غریب باورتون نمیشه حتی مشتق هم نیاز نیست بلد باشید البته مشتق تو همین حدود بلد باشید کفایت میکنه واسه این تستاها اونو بهتون تو کلاس جامعه میگم بعد و روش های دیگه ای که هست بعد اومدم گرولامپ رو گفتم الان میخواییم با هم دیگه بریم چند تا تست بزنیم از 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تا تست بزنیم از آزمون آزمایشی هایی که مطرح شده و سوالای کنکور که شما ببینیم واقعا چقدر راحت میشه تستا رو زد در چارچوب که تو مفاهیم رو بلد باشی همه کار رو میتونی تو ریاضی انجام بدی این خیلی دقت کن بچه ها استراتژی ما تو حل سوال زود به جواب و گزینه رسیدنه اینو دقت بکنید بچه ها خیلی برای ما این موضوع مهمه خب حالا بچه هایم که 11 هم با من بودن چون کلاس 11 هم بود و ما موظف بودیم خدمتون عرض کنم که یه مقدار بیشتر مطالب رو بست بدیم واقعا نتونستیم تو کلاس خیلی چیزها رو بهشون بگیم که اینا در آینده تو کلاس جامعه بهشون بهتون کامل همش گفته خواهد شد خب بریم چند تا تست فکر کنم وقتم بشه اون گرو لامپ رو بهتون بگم الان مثلا همینجا رو نگاه کنیدم گرو لامپ راحت میتونه بزنه دیگه چجوری؟ آقا تو نگاه کن صف صفون بشه تو نگاه کن اینجا رو x مشتقش 1 اینا که عدد ثابتن صفرن این هم که 2x جای x 2a بذار میشه 1 بره 4a شده چند یه 8 پس a میشه 2 عجب انفجار بمب پس اینو خوب یاد گرفتید الان حالا باز الان میریم تو تستا دقت کنید که چی کار میخوایم کنیم بچه ها تحلیل و بررسی قلب عمو بهرام به به ندی چطورم دمت گرم عمو بهرام به به
یکی اسکرین شات از این صفحه بگیره بچه‌ها، خیلی باحاله. خب آه، چند تا تست جذاب از آزمون آزمایشی و کنکورا میخوایم بررسی کنیم. من این تست اول رو میخوام قشنگ براتون، یه تست همه جانبه، وگرنه با نگاه هم میشه این تست رو زد. خب میگه کدام در صفر حد ندارد مشخصه، اما من میخوام براتون اینجوری بررسی کنم.